کشت مخلوط مدیریتش سخت میشه، هر چقدر که مخلوط تر میشه مشکل مدیریتش بیشتر میشه. خیلی وقتا هم اتفاق افتاده که کارشناس هم رفتن بعضش رو یا بیا رو با قیمت خیلی بالای از خارج خریدن، بعد یه خورده دورورشون رو دور زدن دیدن که ما خودمون داشتیم. بعد چی جلوتر میریم این دوتا دارن به هم نزدیکتر میشن. بخش کشاورزی میخواد از منابع کمی استفاده بیشتری بکنه، از تجربه منابع کمی بره به سمت منابع طبیعی و الگو برداری بکنه که بتونه سازگاری گیاها رو حتی تو مزرعه افزایش بده، که مثلا کشت نخلی یه الگو برداری از طبیعی دیگه منابع طبیعی جدیدن دارن به این وضعی کار میکنه. بخاطر همین بحث کشاورزی پایدار وقتی مطرح میشه، یه خیلی از الگوهاش شاید 90% زعفران دنیا رو ایران کنید، ولی بازارش دست خیلی دست ما نیست. الان جدیدن داره بیشتر میشه که خیلی جای امیدواری هست. از این بحث فاصله میگیریم و یک موضوع خیلی جدی رو یه مروری بهش میکنیم. اینم طلبتون در یک زمان مشخص و مطمئنی روش کار میکنیم انشاءالله اگر فرصت شد، که اصلا گیاهداری چی هست و به چی میگن گیاهداری، به چی میگن گیاه‌زرایی. ولی کلیتش اینه که علف هرز رو شنیدیم، مثلا میگه یه علف هرز، درست؟ الان تعریفش خب این بوده که گیاه ناخواسته، گیاهی که ما نمیخوایم میشه علف هرز. مثلا تو گندم اگه جو باشه میگن جو علف هرز، چون اگه جو بیاد تو گندم خاصیت نانوایی تغییر میکنه دیگه، میگن که جو علف هرز. حالا تو مزرعه جو اگه گندم باشه خیلی علف هرز حساب نمیشه، درسته؟ قبلا این تعریف رو داشتن، الان تعریفش یه مقدار تغییر کرده، میگن که علف هرز گیاهی که ما هنوز نمیدونیم چه به درد میخوره. خب کاربردش هنوز خیلی برامون مشخص نیست. چرا؟ به دلیل اینکه خیلی از علف های هرز شدن گیاه داروی جدیدن، متوجه شدن که چیزایی توش داره، درسته؟ اگر کلا بررسی بکنیم خیلی از این گیاه داروی همه علف هرز حساب میشن، درسته؟ این گیاهی هم که قبلا خودشون سبز میشن یا اینکه وسط مزرعه سبز میشن و جز علف های هرز حساب میشن. ولی بعض وقتا میبینیم که از گیاه اصلیه ارزشش بیشتر میشه، به خاطر اینکه خب ارزش افزودش فوق‌العاده بالاست. اینجا دو تا گیاه رو شما میبینین، خب زعفران که خب خاصه و باریجه هم همینطور. این دو تا این پایینی باریجه است. زعفران میدونیم که بزرگترین تولید کننده زعفران کجاست؟ اصفهان؟ بله، خراسان. و اگر کشوری حساب بکنیم خب شاید 90% زعفران دنیا رو ایران تولید. و ولی بازارش دست خیلی دست ما نیست. الان جدیدن داره بیشتر میشه که خیلی جای امیدواری هست که بتونن دوستانمون تو بخش بازرگانی بیشتر کار بکنن روش، که جای کار خیلی زیادی داره. ولی جالبه که بسیاری از کشورها و مردم دنیا زعفران رو هنوز اصلا نمیدونن چیه، با توجه به اینکه مثلا ما فکر میکنیم که زعفران زیاد بکاریم بازار نداره، درست؟ ولی ما خیلی مهمان خارجی داشتیم که غذا براشون درست میکردیم،
خب ما گوشت رو معمولا با مثلا مرغ یا برنج رو با زعفران تزئین میکنیم. هیچ کی نمیدونست این چیه، این رنگ چیه، این طعم چیه، درست پیش میگه زعفران. بعد تازه سرچ میگم میگه زعفران، اینو شنیدی؟ میگم آره چیزای شنیدم اینا، ولی فکر نمیکردم خوراکی باشه. حتی دوست پاکستانی داشتیم میومد میگفت که میخواست کباب درست کنیم، میگفت منقلتون رو بدیم، بیزن سیخاتون رو بدیم، اون زعفرانتون هم بدیم. که بعد اونا میگفت که ما زعفران رو فکر نمی کردیم خوراکی باشه. پاکستان ها همین همسایه همون درست میگفتن ما زعفران رو فقط برای دعا نوشتن استفاده میکنیم، نوشتن دعا با زعفران مینویسن، به کاربر دیگه ای نداره. درست خب حالا شما نگاه بکنید که تو صنایع غذایی ایران چقدر کاربرد داره و چقدر جای کار داره. و حالا نکته خیلی خاص، حالا شاید خارج از بحث باشه، ولی هر مهمان خارجی داشتین شاید بهترین چیزی که میتونین براش سورپرایزش کنین غذاست، غذا، غذای ایرانی فوق‌العاده خاصه براش. معمولا توریستا رو به غذا حساسن، دوست دارن غذاهای مختلفی رو تست بکنن. من ندیدم، شاید 59 غذا رو ما تست کردیم، هیچ کدوم رو نگفتن ما نمیخوریم و هیچ کدوم هم نگفتن خوشمزه نیست. همه چیز خوشمزه است برای اونا و همه چیز اینا رو میخورن. حالا نکته جدیش چیه؟ اینو یکی از یه پروفسوری دعوتش کرده بودیم، برامون میگفت که یه غذا یادم نیست که چی بود، فکر میکنم یه خورشی بود، چون خورشان برای تو ایران خیلی خاصه دیگه، دیگه اوجش فسنجون که جا باید بیفته، درسته اصلا جا افتادن ما نداریم تو دنیا، غذا جا بیفته انجام باید غذا سریع آماده بشه بخوریم. ولی خورشا خیلی خاصه تو برای اونا. بعد اون ادویه که ما استفاده میکنیم خیلی خاصه که چی با چی استفاده بشه و چقدر. این پروفسور اومد گفت که این غذا مال کجاست؟ گفتیم برای چی؟ گفت این مال یک تمدن قدیمی خیلی چکش خورده شده. پیش گفتیم ایرادی، گفت معلومه این مال این جنگلی ها نیست، معلومه که مال یه تمدن قدیمیه که کار شده روش و این از توش در اومده، یعنی سالیان ساله که این داره آشپزی میشه، یعنی نسل‌های مختلف روش کار کرده که این چیزا یعنی به این مزه و این طعم رسیده. مثلا شما نگاه میکنید آبگوشت، یکی میگفت هفت من مادرم هفت مدل آبگوشت بلده. ما راستش نخوردیم ولی مثلا همین یه موردش فوق‌العاده چیز مهمیه که خیلی روش میشه مانور داد، که مهمترین عاملش و تفاوتش روی این ادویه ها و گیاهان داروییه که ما داریم. به عنوان نمونه مثلا ما سبزی پلو درست میکنیم، سبزی پلو سبزی های خاصی توش استفاده میشه، ما دهاتی ها یک سبزی دیگه هم بهش اضافه میکنیم که به صورت معمول علف ارزه، خب بهش میگن سبزی باقی. درست؟ خیلی از اینا مثلا تو علف ارز گندم ایناست، خانوما میرن میچینن بلدن و بعد اینا رو با یک چیز نسبت خاصی هم باید باشه، یعنی همه چیز قاطی باتی نمیشه، اینا رو بعد خوردش میکنن یک طعم عجیب غریبی میده که خیلی متفاوته با سبزی معمول که استفاده میشه، که بهش همون سبزی باقی معروف. این رو یکی از بستگان ما خوش کرده بود به ما داده، ما برده بودیم همراهمون داشتیم سبزی خشک باقی. بعد اینو وقتی سبزی پلو درست میکنیم یک طعم خیلی خاصی میده. و یک استادی اومده بود گفت که این توش چیه؟ گفت سبزی. گفت سبزیش چیه؟ گفتم شرمنده دیگه، این نمیشه توضیح بدی چون انواع و اقسام سبزی ها. بعدا توی مراسم دیگه میخواست تعریف بکنه که این غذا چیه، میگفت اینه 1,000,000 هرب رو، هرب یعنی گیاه داروی ادویه رو با هم قاطی میکنن این غذا رو درست میکنن، کسی نمیتونه تشخیص بده که این چیه. و واقعا مسئله خیلی جدی و خاصیه که خیلی جای کار داره، خیلی جای کار داره. حالا
انشاءالله اگه فرصت بشه با هم بیشتر بحث کنیم. من خیلی نمیخوام اینا رو توضیح بدم چون جاش اینجا نیست و دوست دارم که یک زمان مناسب تری بهش بپردازیم. فقط یه سری تصاویرش رو ببینیم که آشنا بشین، ذهنیتی داشته باشین، یه مقدارم خودتون بررسی بکنین تا بعدا بهش برسیم. اگر یک متخصص گیاه دارویی رو پیدا بکنیم که برامون صحبت بکنه که خیلی فوق‌العاده میشه. من خودم پروژه مختلفی رو گیاهانداری کار کردم، چندین سالم تدریس کردم گیاهانداری رو، ولی ببینم که خیلی هنوز جای کار زیادی داره و خیلی کار میشه کرد. هر روز هم مشتری های خاصی براش پیدا میشه چون مواد خاصی از توش استخراج میشه. و نکته جالب ترش اینه که مثلا به عنوان نمونه نعنا رو شما در نظر بگیرید، یه معمولیه دیگه، ولی نعنای هر جایی با هم فرق داره. جاهایی که شرایط کویتیه مثلا خیلی تنش نداره، کیفیت اون نعناش هم خیلی زیاد نیست، ولی جاهایی که خیلی باد داره، شب و روزش خیلی تنوع داره از نظر اقلیمی، کویری ها، مناطق کویری، اونجاها وقتی تولید میکنن خیلی عطر و طعمش متفاوته. نکته اینجاست که بعضی از مواد اصلا تو اون مناطقی که تنش نداره اصلا تولید نمیشه. این موادی که تو این تولید میشه مال شرایط و منطقه خاصه. به خاطر همینم مثلا شما میگید مثلا زعفران قاینات خاصه، درست؟ این مال بذرش و اینجور زمینش اینا نیست، مال اون اقلیمش. خب مریم گلی، خب این خیلی وقتا علف ارزه، خیلی وقت، ولی خب خیلی هم تنوع داره، تو کوه خیلی زیاد میبینیم، تو زراعت ها هم هست، پونه که خب کنار معمولا رو جوب ها زیاد هست. اینا همه خانواده نعناس. اینا دارم میگم نعناس. بادرنج بویه از خانواده نعناس بازم که طعم لیمو میده، بوی لیمو میده. خیلی گیاه خاصی، خیلی اسانسش هم گرونه ولی اسانسش کم. نعنا فلفلی که الان فوق العاده داره تکثیر میشه و کاربردهای مختلفی هم داره. عرض به خدمت مرزنجوش، اینم از خانواده نعناس با کاربردهای متفاوت. آویشن که خب خیلی میشناسینش. گیاهان خانواده نعنا جالبه که برای سیستم گوارشی همشون گرمن، همشون مناسبن، ضد نفخن، این خصوصیات کلیشونه، ولی خصوصیات ویژه خودش رو هم داره. همه اینا آویشنه، آره، تنوعش زیاده و جالبه که تو مناطق مختلف ما آویشن های مختلف داریم و اگر یک رقم آویشن رو هم در نظر بگیریم باز خاصیتاش فرق کنه. به خاطر همین هم هست که مثلا شما از این مادر بزرگا سوال میکنین، مثلا این گلگاو زبان برای این خوبه، برای اونم خوبه، برای این چیزم خوبه. خب 18 تا قضیه رو از افراد مختلف شما سوال میکنین، خاصیتاش فرق میکنه. بعدن بعضی فکر میکنن که یکی از اینا داره چخام میکنه، مثلا این درست نیست. برگش که خوش درسته؟ چی؟ قسمتش که خوش میشه برگش، اگه گلش هم هست خب بیشتر برگش، گلش خیلی راندمان نداره. نکته اینجاست تمام این حرفا درسته، یکی میگه برای دل درد خوبه، یکی میگه برای سر درد خوبه، میبینی یک گیاه درسته؟ به خاطر اینکه یک ترکیب توش وجود نداره، ترکیب های بسیار متنوعی توش وجود داره که هر کدومش برای یه چیزی خوبه، درسته؟ بنابراین یک محصولی که مثلا آرام بخشه که شما هم سردردتو خوب میکنه، هم دلدردتو خوب میکنه، هم اعصابت خورده درست میشه، اینا به خاطر اینکه اون مواد مختلفی توش وجود داره که بعضی از گیاه ها رو چک میکنی مثلا 70 ترکیب توش، درست؟ که حالا این 70 ترکیبی که تازه ما فهمیدیم، بقیهشو هنوز نفهمیدیم که چی داره. رزماری یا اکلیل کوهی که گیاه بسیار مقاومی هم هست، بله، لاواند یا استخدوس، البته این رقمش ایرانی نیست، ترکی نیست، نمیدونم این کجاییه، ولی این عکس اروپا. چای کوی، خب اینو که خیلی جا میبینیم که اینم از خانواده نعناست.
اینا از اینه که از الان به بعد خانواده آستراسه اصطلاحاً یا خانواده آفتابگردان، خانواده کاسمی که خار مریم یا ماری تیغال یا سیلیموم ماریانوم یکی از علف هرزهای معروف شماله، کنار چیزا مزاره اینو خیلی میبینیم و یکی از معضلات خیلی جاست، ولی بهترین دارو برای بیماری های کبد هم برگش و مخصوصا بذرش. یه بذر بزرگی به نسبت بزرگی در نظر آفتابگردون، تقریبا آفتابگردون قهوه رنگ، اون بذرش رو میگیرن و بذرش صادر میشه و برای سیروز های کبدی این بهترین ترکیبه. بله، حالا ما اینجا خیلی وقتا دم میکنیم میخوریم یا میجوشونیم، درست، ولی الان دیگه اینا همه ترکیباتش تک به تک جدا میشه و به صورت شربت، قرص، آمپول در میاد که اون دیگه تخصص ما نیست، تخصص بچه های داروسازیه. ولی خب یه نکته هم باید دقت بکنیم، بعضی وقتا این توی یک گیاه اگر مثلا بعضی از کارشناسا میگن اینو دم نکنیم، این مثلا باید اگه دم بکنیم بخوریم، این دو تا ترکیب با هم است، خب اینا با هم مخلوط میشه خاص اثر عمیق خونسا میکنه، درسته؟ تو خیلی از گیاها ما اینو میبینیم، به خاطر همینم هم باید حتما اون ترکیبات جدا بشه و جدا جدا استفاده بشه. به من نمونه مثلا تو گردو نگاه میکنید، گردو رو دست میزنید دست سیاه میشه، درسته؟ بعد با برگش میتونید تمیز کنید، خب اون برگش ترکیبی داره که دست سیاه میشه رو آره سیاهش فکر کنم با توت نارس هم میگفتن جواب میده که مثلا دست شاتوت که دست درست قرمز میکنه، درست؟ توت نارس یا برگش پاک میکنه. این ترکیبات نقیز هم دیگه توی گیاه وجود داره. نم تصادی هم چه چیز هم اینجور بیخونه علیکی هم اینجور شده. گل گندم، خب این بخاطر اینکه هیچ ربطی این ریختش به گندم نمیخوره، درسته؟ ولی چون تو مزرعه گندم زیاد هست بهش میگن گل گندم. کاسنی که خب عرقش رو دیدین، اینم خودشه. گیاه بسیار مقاومیه، جز علف هرزهای معروفه و جای در میاد که موزل خودش، ولی فوق العاده گیاه با ارزشی. خاصیت چی میدین حالا اینا رو گذری بریم؟ خیلی خنکه، برای کسی گرمش نمیده. بله، کبد. شکرتیغال اون بالایی است، اون توپیه. حالا بهش برخورد کردیم به گیاه؟ تیغ داره، همش اونها تیغه دیگه. بعد اینو وسطش یک آره یه توپ کوچولویی داره، خب به اندازه مثلا به فندق کوچیک‌تر، اون خاصیت دارویی داره. بعد میخوری صداتو باز میکنه، کسایی که صداشون مثلا من خروسی شده مثلا گرفته، این صدا رو باز میکنه، یا کسایی که آواز میکنه. لواسا خیلی زیاده، خیلی جا زیاده، ولی خب کسی بهش توجه. خب خرفه هم که خیلی جاها مخصوصا جنوب خوزستان دیدم خیلی با ماس میخورن، با چی؟ سبزی خوردن تو کشت میشه، تو بازار هم میاد، جالبه. پرپین میشه، جالبه، خیلی گیاه جالبی هم هست. حالا این خصوصیت ویژه داره، گوشتی دیگه، خیلی مقاومت به خشکی و شوری اینا زیاد. اونی که کشت میکنن برگاش خیلی بزرگ میشه، خودش رو ریزتر. بابونه یه معزلی است، خب اگر حواست بهش نباشه یه گوشه میکنید کل مزرعه رو میگیره، خیلی سریع تکثیر میشه چون بذر ریزی داره، با باد پخش میشه، فوق العاده تولیدش راحته و تو دوره رشد خیلی کوتاهی تولید میشه، اول بهار سریع هم تموم میشه و خیلی خوب میشه در سطح کم کشت کرد و تولید خوبی ازش داشت که خاصیت های خارق العاده ای داره که اینا رو بماند. کنگر فرنگی، این ظاهرا ایرانی نیست،
و تو اروپا یه سبزیه، جز سیفیجات حساب میشه خوره، ولی برای فکر میکنم چربی خون فوق العاده خوبه. ولی تو ایران خیلی خوب میشه کشتش کرد، خیلی رشدش سریع و بوتهای خیلی بزرگ میده، مثلا بوتهاش به راحتی 2 متر میرسه، چند سال هم هست میکاری به این سادگی. چنگک مثلا از همینه یا از همون مثل همه این از یه خانواده هم دیگه، از خانواده همون کاسمی هم. همیشه بهار هم که جزء گله درسته، ولی جالبه حالا این یه استادی داشتیم خدا رحمت کنه دکتر امید بگی فوت کردن، ایشون میگفتن که مجارستان کشوریه که خیلی روی گیاهداری خوب کار کرده، به ریختش نمیخوره ولی فوق‌العاده پرکارن تو گیاهداری. ایشون مجارستان خود درس خونده، بعد میگفت که این گیاهان دارویی رو که فراوریش میکردن نمیذاشتن ببینیم این همیشه بهار رو چی کار میکنن. بعد با یک ترفندی ایشون وارد اون خط تولید میشه، یک کرمی ازش تولید میشه که معروف هم هست برای بچه ها، برای سوختگی پای بچه ها، کالندولا، کرم کالندولا معروفه دیگه. بعدا میگفت که رفتیم دیدیم که این گلا رو میگیرن پر میکنن میرزن توی بشکه روغن، 24 ساعت نگهش میدارن، بعد گلا رو در میارن صاف میکنن، روغن رو پسته بدن، هیچی، به همین سادگی اون ماده مؤثره وارد روغن میشه و اون روغن رو یه مقدار ژله میزنن که سفت‌تر بشه و غلیظ بشه و بسته‌بندیش کنن میشه. حالا روغن نباتی این کردم، حالا اون روغنش من نمیدونم، یعنی نفهمیدم چی، ولی این فراوریش خیلی ساده بوده که خیلی هاش اینجوریه، بخاطر همین هم نمیذارن کسی سر در بیاره، وقتی نگاهش میکنی میبینی که هیچی نیست. این بومادران هم خیلی جابی بیده کنار جاده ها که اصلا درسته اینجا خود روی دیگه، ولی خیلی طعم تلخی هم داره، باید مراقب باشه که چت هست بچه برای چی خوبه اینا، باید همینجوری نخوری. بعضی وقتا این گیاه تلخ ماده سمی دارن، ولی خب البته طبیعت با آدم خیلی سازگاره و هوا آدمو داره، کمتر اتفاق میفته که شما مسموم بشه. یکی ناس هم خیلی گیاه معروف و کرم های خاصی ازش داریم، چون پماد چیزای قرص های یکی ناسه خیلی این همین گیاه خیلی هم اینم نه این ایرانی نیست، اصلا اسمش ایرانی نیست، افسنتین خب از قدیم الایام بوده و میشناسیمش. فرفیون اینو میشکنیش یه شیره ازش میزنه بیرون، درست؟ بعد تاولزاست، پوست حساسه بهش، حساسیت ایجاد میکنه. یه اسم دیگه شیر سگه، شیر سگ فرفیون اسم علمیش افوربیاست، ولی شیر سگ هم توی فارسی معروف به خاطر اون شیره که میده. ترکیب سمیه این گیاه سمی، اصلا گوسفند ببری گوسفند نمیخوره این فرفیون، البته گوسفنده ای که میشناسن و گوسفنده ای که حالیشونه جا؟ نه گوسفنده بومی، خب؟ این گوسفنده ای که معلوم نیست از کجا آمدن و هلی هی کلی هم، اما گوسفنده بهش میبین گاو گوسفنده گاو نباشه، خب؟ اون گوسفنده متوجه میشن چی بخورن چی نخورن، وگرنه بعضی از گوسفنده میبرید تو مرتض زود از بین میرن بخاطر اینکه همه چی رو هر دن بیرن میخورن رو هم در صورتی که گیاه های گوسفندای بومی همه چیز رو نمیخورن. بعد در فاز تجربه داره، آره هم تجربه داره، بعضیش که اصلا تجربه هم نکردن، چون یه بار بعضی رو تجربه کنن میمیرن، درست؟ این تو غریزه دام هست. خیلی جالبه که مثلا گوسفندای این منطقه اصلا این مثلا یکی بعضی از گیاه رو اصلا نمیخورن، درست؟ بعد بعضی از گوسفندای عبوری میمونن که نصفشون تلف میشن از این منطقه رد بشن، خاطر اینکه در جریان نبود. چه نه اون تاولزاز اون خاصیت بسیار از گیاهایی که الان گیاه های دارویی هن عموماً سمی هن،
درست؟ یعنی به صورت معمول شما استفاده بکنی عوارض داره. حتما این باید فراوری بشه، ترکیب خاصش جدا بشه، درست استفاده بشه. که خب مثالای خیلی خاصی هم، مثلا کرچک، درست شد؟ که به صورت معمول سمیه دیگه، بخوری مشکل پیدا میکنی، ولی خیلی از مواد خاص ازش خارج میشه. بسیار از گیاهان سمی الان برای داروهای ضد سرطان زیاد ازش تولید میشه، به خاطر همین هم خیلی ارزشمنده. به ظاهر این یادم نیست که خاصیتش در میآورد. این یکی از گیاهای سمی دیگه اینه، همین گل رائی یا هوفارقون، اینم ترکیب ضد سرطان ازش میگیره. گل ساعتی، این گیاه چیزه خوشگله، گیاه زینتی در هست، ولی خاصیت دارویی داره. ختمی هم که معروف به حضور، معرف حضور همه دوستان هست. خاصیتش متفاوت هست، مثلا درختیش ندیدم خیلی به عنوان دارویی استفاده بشه. این مورد بوته ایش هست که استفاده میشه. کسایی که تجربه داره، مثلا رنگ گلش مهمه، در چه مرحله برداشت بشه مهمه، درست؟ چون چیزاش مواد مؤثرش تغییر میکنه در طول زمان. پنیرک هم که بعضی وقتا به عنوان سبزی خوردن هست، ولی گیاه داروی حساب میشه. آره خیلی خوشمزه البته. عروسک پشت پرده، اینو از روش برمیداری، اون توپیه خیلی خوشگله، یه چیز براق خوشگله، بخاطر هم بهش میگن عروسک پشت پرده. بله خوردنیه، ولی بهتره که نخوریم، سمیه. آلوه ورا رو که میشناسین، بالایی است که توصیه میشه تو همه خونه ها داشته باشه. گلدونه برای بهترین، یکی از بهترین داروهای سوختگیه، برای درمان سوختگی و برای زخم ها. تو خونه باید داشته باشین. این برگش رو میبرید، داخلش یه ژل هست، اون ژل رو به مالی رو زخم، خیلی خوب ترمیم میشه و مخصوصا برای سوختگی فوق العاده خوبه. برای بچه ها خیلی خوب میشه استفاده کرد، به خاطر همین توصیه میشه حتما یه گلدون تو خونه داشته باشین برای اینجور موارد. بسیار هم مقاومه، تولیدش فوق العاده راحته. بومی ایران هم هست، جالبه، جنوب ایران به صورت بومی تو بیابون هست و وقتی که خیلی نور، تابستون قرمز میشه، زمستون ها آره، ولی جنوب ایران استان هرمزگان یکی از گیاهان بومی اون منطقه هست. الان تو گلخونه ها خیلی کشت میشه. ایرانیش تو منطقه جنوب چی بهش میگن؟ شاخبوزی، خیلی شبیه الان میخوره. تولید خیلی ساده ای داره، ولی الان قیمتی نداره، بخاطر همین کسایی که دارن تولید میکنن اصلا تو گلخونه، چون یکی از معضلاتش، یعنی حساسیتش به سرمای زمستان هست. تو زمستان وقتی درجه حرارت به زیر صفر میشه، یخ میزنه، این از بین میره، وگرنه به خشکی، به گرمای زیاد فوق العاده مقاومه. ترکیبی ازش میگیرن به نام آلوئین که تو لوازم آرایشی و بهداشتی فوق العاده کاربرد داره. خب نوشیدنیش هم تو بازار هستن، درسته؟ باید حتما فراوری بشه و نیاز دنیا هم خیلی زیاده بهش. بله اصلا برگش دونه 800 تومان قیمت. بله خب این راحت ترین راه نگهداری شده. شما همینجور سالم، چون یه مدت زیادی شما میتونی برگ رو نگه داری به خاطر اون خاصیت ویژه‌ای که داره، هیچیش نمیشه و هر موقع خواستین شما میتونی یه تیکش رو بگیرین استفاده بکنین. ولی به خاطر اینکه بتونین نگرش داریم، بهتره که اون ژله رو در بیارین و خیلی وقتا اون خشکش میکنن، پودرش میکنن. ما پیگیرش بودیم که تو جنوب کشت بکنیم و شرکت هایی که فراوری میکردن و باشون صحبت میکردیم.
یه شرکت هلندی اومد، الان عددش یادم نیست، گفت 1000 تن یا 10000 تن میخوام، اگر میتونین تولید کنین من میام برابریش رو انجام میدم. بعد حساب کردیم فکر کنم نصف استان هرمزگان رو باید ما میکاشتیم که بشه اون عددی که ایشون میخواد که آلوین ازش بگیره. بازم خب گلخونه هم تو خود گلخونه خیلی هزینش میرفت، ولی فوق العاده است. یه عجب